وزیر خب اعضاب جمع میشن رأی میگیرن، بعد رئیس اون حزب اگر بیشترین رأی رو آورد یا خودش یا با یه ائتلافی نخست وزیر میشه، بعد رئیس جمهورم تایید میکنه و ایشون رو مثلا نخست وزیر میکنه. حالا این نخست وزیر چه قدرتی داره؟ تمام قدرت های اجرایی کشور دست ایشونه دیگه. آیا نخست وزیر میتونه اعلام جنگ بده؟ نخست وزیر نمیتونه اعلام جنگ بده تا وقتی که از نظر تعادل قوا بین سوپریم کورت اسرائیل که میان لایحه و قانونی که در پارلمان از نظر مقننه میاد تصویب میشه رو بیاد تفسیر بکنه. یعنی سوپریم کورت اسرائیل مثل آمریکا یک تعادلی ایجاد کرده بین پارلمان دموکراسی و نخست وزیری و یکایک نهادهای ملی، چه ارتش، چه موساد و غیره. خب پس قضایی هم اینه که شما یک سوپریم کورت دارید، یک دادگاه عالی قضایی دارید و دادگاه های مختلف هستش و این دادگاه ها کلن این قوه قضایی کاملا مستقل از همه چیزه، یعنی هم از قوه مجریه، هم از قوه مقننه و هم از رئیس جمهور، هم از ارتش، هم از نیروهای امنیتی، از همه مستقله. درسته؟ بله. این سوپریم کورت عالی اسرائیل خوانده شده میتونه همه چیز رو زیر سوال ببره، از نخست وزیری که ایشون رو میتونن محاکمه بکنن، همینطور دوران اولمرت رو داره، این دوران شاران داشتیم، همینطور در حال حاضر جناب نتانیاهو رو دارن محاکمه کنن، از نظر حالا بعضی میگن پاپوش، از نظر شامپاین و سیگارهایی که ایشون گرفتن و غیره و زد و بندهایی که از نظر مطبوعاتی داشتن که به طرف ایشون بیان مهار بکنن، اون بر حال بیش از اندازه زیر سوال بردن ایشون رو، و از طرف دیگه همون سوپریم کورت هستش که میتونه بیاد و حتی لایحه‌ای که در از نظر قانون در پارلمان آمده و تصویب شده رو زیر سوال ببره و حتی اون رو لغو کنه. اون سوپریم کورتی رو، اون دادگاه عالی رو که در امریکا هستش چیز میکنه، به اصطلاح انجام میده، و هم مثل شورای مصلحت نظام ایرانه، یعنی ایشون میتونه یا مثلا نه شورای نگهبان، شورای نگهبان تو ایران میتونه قوانین مجلس رو قبول نکنه. بله. شما اگه باید در نظر بگین، اول از همه ما نمیتونیم مقایسه کنیم به کشور فاشیسم مذهبی که در ببین ما اصلا در اجازه بدیم من میخوام نه اجازه بدیم اجازه بدیم ما در بحث سیاسی نمی کنیم که اون فاشیسته یا این دموکراسیه. من دارم سعی میکنم درک کنم بفهمم. من میخوام مردم ایران ساختار سیاسی و قدرت سیاسی اسرائیل رو درک کنم. بله شما با اینکه نه اینکه اون دموکراسی اون فاشیسته شما میتونه اسرائیل با یک کشور دموکراسی دیگه در آمریکا بیاید مقایسه، نه با ایران. نه آقای رحیمی، من دارم شما گفتید که سوپریم کورت میتونه قوانینی رو که کنست تأیید کرده داده رو میتونه لغو کنه. من میخوام در امریکا هم چیزی ما نداریم. سوپریم کورت امریکا نمیتونه قوانینی که کنگره تأیید کرده رو رد کنه، نمیتونه. ولی سوپریم کورت یک وظایفی داره. در اسرائیل خب معلومه که سوپریم کورت یه وظایف وسیع‌تری داره. بله. خیلی وسیع‌تر از قوانینی که با سوپریم کورت توی امریکا داره. بله. میخوام اینو درک کنم این مقدار. بله. فقط سوپریم کورت میتونه. بحث من با شما برای این بود که شما نمیتونید با ایران و جمهوری اسلامی مقایسه بکنید، میتونید با آمریکا مقایسه کنید. مهم نیست. ببین مهم نیست با کی. من دارم میگم که در ایران شورای نگهبان میتونه قوانین مجلس رو رد کنه، یه واقعیت. در اسرائیل سوپریم کورت میتونه قوانین کنست رو رد کنه. بله. به قول امریکایی تموم شد. آنچه که در حال حاضر سوپریم کورت اسرائیل بر اون تصمیم میگیره، حالا ممکنه 9 باشن یا 11 نفر از قضات القضات باشن که در رأس اون خانم خیوط قرار گرفته یا فردی دیگه ای، بحث سر این هستش که بیشتر این افراد با یک ایدئولوژی دسته چپی انتخاب میشن و خودشون همدیگر رو انتخاب میکنن، نه اینکه منتخب جامعه باشن و منتخب نخست وزیری باشن و نهادهای ملی که روی کار میان.